کسی باورش می شود. برادر برادرش را بکشد؟ بله، روزگار بدی است. ایرج برای دوستی و مهربانی پیش برادران رفته بود. او حتی تاج و تخت پادشاهی ایران را نیز به برادران بخشیده بود. شاید دست از دشمنی با او بردارد. پس چرا او را کشتند؟ واقعا نمی دانم. آنها از محبوبیت ایرج میان لشکریان خود هراس داشتند. ایرج حاضر بود تمام پادشاهی را به سلم و تور ببخشد، ولی آنها به نامردی سر از تنش جدا کردند و برای پدر باز پس فرستادند. کینه قلب آنها را تیره و تار کرده بود. عجب داستان غریبی، عجب ماتم بزرگی. گفتگوی مرگ ناجوان مردانه ایرج همه جا بر زبانها جاری بود. اشک بود که از چشم مردمان می بارید و فریدون از قصه این ماتم بسیار گریست. فریدون آرزو داشت کسی باشد تا انتقام ایرج را از برادران ستمگرش بگیرد. او از خدا خواسته بود تا رسیدن چنین روزی او را زنده نگه دارد. ایرج زنی داشت به نام ماهافرید که باردار بود و پس از مدتی ماهافرید فرزندش را به دنیا آورد. دختری بود زیبا و همچون پدرش ایرج، گویی سیبی را به دونیم کرده باشد. دختر بزرگ شد و چون زمان ازدواجش رسید، فریدون او را به همسری پشنگ درآورد. بعد از گذشت چندین ماه پسری به دنیا آمد. همان پسری که این همه سال فریدون انتظارش را می‌کشید. به او گفتند این کودک کاملا شبیه ایرج است و اگر می‌توانستی او را ببینی، گمان می کردی نوزادی ایرج را تماشا می کنی. فریدون کودک را در آغوش کشید و سخت گریست. ای خداوند دادگر، چه رنج ها بردم و چه عشق ها ریختم. فریدون کودک را دید که چهره خندان و مهربان دارد. او شبیه من است، او شبیه ایرج است. شبیه من چهرهی گشاده رو دارد. من او را منوچهر نام می نهم و همچون چشمانم عزیز می دارم. همه از او به خوبی مراقبت کنید، مبادا رنجی ببیند. به او فنون شاهی و دلاوری بیاموزید. منوچهر چنان که فریدون خواسته بود بزرگ می شد. گویی همیشه زیر پایش مشک ناب در جریان بود و بر بالای سرش سایبانی از ابریشم رنگین. آنچه فریدون به او آموزش می داد به خوبی فرا می گرفت. سپاهیان همه او را بسیار دوست داشتند و وقتی جوانی دلاور شد می‌خواستند که او فرمان روایشان باشد. روزی فریدون منوچهر را به دقت نگریست و با خودش فکر کرد زمانش فرا رسیده است. پس همه بزرگان و خردمندان را دعوت کرد. جشن بزرگی برپا شد و او تاج و تخت پادشاهی ایران را به منوچهر سپرد. مردم پس از سالها رنج از دست دادن ایرج، بار دیگر طعم شادمانی و شکوه و بزرگی را می چشیدند. حالا وقت آن رسیده بود که منوچهر سکان اداره کشور پهناور ایران را در دست بگیرد.
سلم و تور از پادشاهی منوچهر با خبر شده و خواستند با نقشه و فریب منوچهر را به کشور خود دعوت کرده و او را از بین ببرند. اما فریدون به آنها نامه ای نوشت و خبر داد که هرگز منوچهر را پیش آنها نخواهد فرستاد. سلم و تور هم که از این پاسخ عصبانی شده بودند، همراه سپاهیان به جنگ با ایرانیان آمدند. اما در این جنگ که برخلاف مرگ ایرج جوان مردانه و دلاورانه بود، سلم و تور پس از یک نبرد طولانی به دست منوچهر کشته شدند. پس از این نبرد و این پیروزی، عمر فریدون هم به سر آمد، چرا که بسیار پیر و سال خورده شده و غم و اندوه فرزندانش او را سخت رنجور کرد. او حالا با خاطری آسوده و پس از 500 سال پادشاهی جهان را ترک می کرد، چرا که منوچه وارث خوبی برای او بود و او ایران را با خیالی آرام و راحت به منوچه سپرد. منوچه یک هفته با درد بود، دو چشمش پراب و رخش زرد بود. به هشتم بیا من منوچه شاه، به سر برنهادان کیانی کلا. همه جادوی ها بدفسون ببست، بر او سالیان انجمن شد دو شهر. همه پهلوانان روی زمین، بر او یک سر خواندند آفرین. چو دیهیم شاهی به سر برنهاد، جهان را سراسر همه مژده داد. به داد و دهش نو به مردانگی، به نیکی و پاکی و فرزانگی.